اینجا کتابخانه یامه کابل است. این کتابخانه روزگار جایگاه بلند میان دانشجویان و کتاب دستان کابل داشت و روزگار دیگر نامش تصویر انوار و موشخانه را در ذهن شنونده تداعی میکرد. امروز اما وضعیت کتابخانه یامه فرق میکند. دیگر از آن خرابه خبری نیست. کتابخانه هم نزده اند و بوی تعفن مانع مطالعه نمیشود. روایت غالب و دردناک در مورد کتابخانه یامه کابل این است که صدها هزار جلد کتاب آن در دوره جنگ‌های داخلی به نام کمونیسم از بین برده شده است. نام من محمد شفیع سرکین تخلص میکنم. در سال 1362 و از امو زمان تا بال در کتابخانه یامه ایفای وظیفه میکنم. مثلا یک واقعی که بسیار برای من غم انگیز است و همیشه رنج میبرم که به یاد میارم، لک ها کتاب یا صدها هزار جلد کتاب اینجا از بین رفت. میگفتن هر کتابی که به اصطلاح کمونیستی باشه او را از بین نبری، که در جمله لک ها کتاب ما شاید 5% هم کمونیستی نبوده باشه. خالی کردن قفسه ها از کتاب بس نبود که بخش بزرگی از آلماری های کتاب نیز به عنوان چوب و سوخت استفاده شدند. زبیر سروری مدت 20 سال است که در کتابخانه یامه کابل کار میکند. او خاطراتش را از دوران طالبان چنین تعریف میکند. خوشبختانه که در کتابخانه یامه بسیار یک توجه خاص خود داشتند. کتابایی که باشند در شهر داده بازار میدیدند، اونا را از پول شخصی خود خریداری میکنند میامدند در کتابخانه میموندند. و همیشه کتابدارای ما را با پول نقد از جیب شخصی خود اونا را تحسین میکردند و تشویق میکردند که در کتابخانه پابندی داشته باشند. دو سال اخیر سالهای خوبی برای کتابخانه کابل بودند و در این مدت وضعیتش خوبتر شده است. 8500 جلد کتاب جدید به اینجا آوردند. بخشای ساختمان میموری شده و کتابخانه به فایبر نوری وصل شده است. میشد بگویم که دفتر ریاست است. واقعا شرم‌آور بود برای کسایی که خودم است. قبلا کتابخانه یامه کابل واقعا در یک وضعیت بسیار بسیار بد و نامساعد و نامناسبی قرار داشت که برای هر چیز شباهت داشت غیر از یک کتابخانه مدیرین و یک کتابخانه ای که برای مردم و برای مراجعه مردم و برای استفاده مردم باشه. هر چیز دیگه ای میتونستیم بگیم غیر از کتابخانه. با این همه گفته می شود که بخشی از آثار نوشتاری کتابخانه در حال از بین رفتن است. به گفته حمید الله شهرانی، اگر نسخه های اولیه مجلات و جراید کشور دیجیتالی نشود، با مرور زمان بخش بزرگی از آثار تاریخی مطبوعات کشور نابود خواهد شد. به هزارها کلکسیون میرسد. اگر توجه نشه و از استفاده فیزیکی بیرون نشه یا کاملا از بین میرن و از بین رفتن یک کلکسیون به معنای از دست دادن یک بخش عظیمی از تاریخ مطبوعات افغانستان است. کتابخانه یامه کابل در سال 1345 خورشیدی ساخته شد و تنها کتابخانه ای است که در گرماگرم جنگ های داخلی دروازه اش برای مردم بسته نشد. امید نبی زاده، روزنامه 8 صبح، کابل.